نه وقت بدیم به هفته برسیم شاید یه چیز دیگه بگم صحبت کن آها بیا چیزه قاسم میگه uh, NFT ساکس اوکی okay. آها بذار من اوکی okay, من برای اینکه به صد تا برسیم بذار من یه چیز دیگه در این NFT بگم خب برای اینکه خیلی متوجه نیستن خب uh, ببین NFT نه خوبه نه بده خب الان خیلی ها اومدن دوتا دو, دو جبهه دارن میگیرن بعضیا میگن NFT واقعا همش کلی تقلب و دروغ و کلی جرم و جنایت و اینا داره میشه کلی هزینه داره برای محیط زیست و اینا بعضیا میگن این بده بعضیا میگن نه این خوبه این باعث میشه که هنرمندا بتونن پول در بیارن و این آینده است و این یه تکنولوژی و این همه چیز خوبه و فلان اینا خب اینا دو تا جفت این جبهه به نظر من غلطه خب NFT یک تکنولوژیه که میتونه هم ازش سو استفاده بشه و هم میتونه مفید باشه خب NFT یک مثل ده یه اختراع جدید بابا میتونه NFT مثل اختراع کاغذه خب شما رو کاغذ میتونید یه, یه چیزی بر... یه نقاشی بکشین و به مردم دروغ بگین که مثلا فلان فلان هنرمند اینو کشیده اینو بیا هزار یعنی یه چیز بیخود بکشین روش هیچ شما اگه مثلا بیان از کاغذ بیان یه سری چیز چرت و پرت یا قرآن روش بنویسید مثلا نمیتونین بگیم که کاغذه که مشکل نداره کاغذ یه که میشه ازش بس... بسیار مفیدی میتونه ازش داشته باشه یعنی که میتونید روش واقعا قرآن بنویسین یه سری دستور قتل یه نفر روش بنویسین این هزینه ها رو میتونه داشته باشه خب خود کاغذه مشکل نداره حالا ما بسیاری مث... چون یه تکنولوژی جدیده هایپ اولیه روش بسیار بالاست و چون هایپ اولیه روش بسیار بالاست کلی سو استفاده میشه و خیلی ها مردم میان روی این میپنن و کارهای استفاده های از این تکنولوژی میکنن که واقعا و آینده ها بهش نگاه میکنن و بهش میخندن که این چه استفاده ای بود ما داشتیم از این میکردیم و بالای 90 درصد استفاده هایی که از این تکنولوژی و اصلا از بلاک چین و کریپتو اینا میشه بالای 90 درصدش کاملا از بین میره و, شکست میخوره و از بین میره ولی این معنیش نیست که خود تکنولوژی سود نداره مثل اینترنته خب اینترنت هم موقعی که اومد اولش یه هایپ اولیه که وجود داشت برای این تکن... برای این تکنولوژی من بیارم بسیار بالاتر از اون چیزی بود که به طور کوتاه مدت واقعا من این اومد... به شما نشون بدم خب به این بلاک چینی که داره میاد این تکنولوژی که وجود داره دقیقاً حال دقیقا که نه یه شباهت هایی داره با موقعی که اینترنت اول اومد خب من این رو به شما نشون بدم این اه... این مدل هایپیه هایپ چی میشه به فارسی هایپ میشه اشتیاق فکر کنم میشه اشتیاق هایپ ایتیاد؟ نه همون اشتیاق من میگم اشتیاق 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 درسته با جان؟ اشتیاق برو آره این اشتیاق اولیه ای که وقتی یه تکنولوژی که به وجود اول میاد مثل همون اینترنت که اومد یه اشتیاق اولیه برای این به وجود اومد خب این 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 نمودار هایپ خیلی نمودار مختلفی بسیار براش وجود داره خب این همیشه تکنولوژی جدیدی که به وجود یه همچین مداری رو میره و مردم کلی زیادی اشتیاق پیدا میکنن و به یه نقطه میرسن و بعد این وعده هایی که این تکنولوژی قراره بده رو اکثرشون نمیده خب مثل همون مثلا برای همین حباب داتکامی که به وجود اومد سال 2001 اینجا بود اینترنت اومد مردم فکر کردن که الان همه دنیا میشه اینترنت همیشه میشه بهش میگفتن the internet of everything یعنی اصلا همه مغازه ها کاملا همه میشه اینترنتی همه چی میره رو اینترنت همه چی میشه اینترنتی همه شرکت ها اسمشون رو عوض کردن اسم خود... رو اسم خودشون میذاشتن دات کام این دات کام. یعنی تو میوه میفروختی خب مثلا میگفتی مغاز... مغازه قاسم میوه فروشی قاسم خب تو جای رسیده بود که من گفتم میوه... اسم تو عوض میکردی به میوی فروشی قاسم دات کام بعد قیمت باعث میشه که مثلا سهام شرکت ده برابر بشه فقط به خاطر اینکه هر ای... روی اینترنت هم نیست یا یعنی انقدر مردم اشتیاقشون به اینترنت رفته بود بالا که فقط با عوض کردن اسمشون بای... به یه دات کام باعث میشه که سهامشون مثلا ده برابر 20 برابر یا مثلا دو برابر اینا بشه خب یه یعنی همچین شرایطی بود خب ما اینترنت که اول بعد این وعده هایی که اینترنت قرار بود بده اکثرشو نداد بله ساعت رسید دیدم بابا هنر نشون میدم اکثرش نشد و به یه جایی رسیدیم که مردم گفتن که اصلا اینترنت مزخرفه همش چرت و پرت بود این همش همچین اکثرش یه فد هست و اینا و این اصلا هیچ فایده اونجوری نداره و این اشتیاق به طور کامل به،, به،, به طور بسیار زیادی از بین رفت این حباب دا،, دا کام ببل حباب دا، دات کام 2001 کم ترکید تا، اکثر این شرکت ها ورشکست شدن و ما رسیدیم به اینجا و این به این میبینین ماوس من رو نمیبینین خب همون چون ماوس من من فکر کنم ماوس من رو, رو میده نمیده نه تصویر کوچیکه ماوس خیلی خب هم... میفته پایین خب رف... قله اولیه رو دیدیم بعد افتاد پایین رفت توی اون دره خب بعد آروم آروم یوز کیس اینترنت واضحتر شد چیزی که واقعا اون چیزی که اینترنت واقعا میتونست وعده بده رو آروم آروم بر... برگشت بالا خب یعنی درسته که وعده های اولیه اکثرش غلط بود و اکثر ش... شرکت رو برشکست شدن ولی تکنولوژی که پایه اون وعده ها بود کنار نرفت اینترنت کنار نرفت خب اکثر اون شرکت اینترنتی برشکست شدن ولی تکنولوژی هنوز سود خودش رو داشت یوز کاربرد خودش رو داشت و یوز کیس واقعی خودش رو پیدا کرد و بعدش مثلا با اینکه همه اون شرکت رو برشکست شدن بعد از اون سقوط ترکیده شدن اون با اینترنتی اولیه فیسبوک و گوگل و پیپل و یوتیوب و همه این چیزها در اومد و اونها قول خودش رو شدن و اینترنت همون فراگیر شد ولی نه با اون شکلی که قبلا فکر میکردن اکثر وعده هایی که داده میشه یعنی اینترنت به جوری فرق یعنی کاربردی که داشت خیلی یه مقدار بسیار زیادی در بعضی جهات فرق داشت با اون, با اون وعده هایی که داده میشه به عبارت دیگه این تکنولوژی بلاک چین و ان و اینا هم یه همچین شباهتی داره خب الان ما روی روی این قله این های هستیم و بسیاری از این پروژه هایی که وجود داره و وعده هایی که داره می داده میشه بس... نمیدونم حالا چند درصدش ولی بسیاریشون این میگیم اکثرشون شکست خواهند خورد و این ولی این تکنولوژی بلاک چین و تکنولوژی ان جایی نخواهد رفت و کاربرد واقعی خودش رو پیدا خواهد کرد و با ما باقی خواهد ماند خب حالا اون کاربرد واقعی خودش چی هست و چه قشنگ داره با اون چیزی که ما داریم الان ازش استفاده میکنیم اونش کسی الان نمیتونه حس بزنه اگه کسی میتونه حد بزنه الان بیلیونر میشد خب ولی ما این 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 چیز این مدلی که شما داریم میبینیم فقط در برای اینترنت نیست در برای اینترنت نیست این هایپ سایکل تکنولوژی ادپتیشن برای هر نوع ام, تکنولوژی جدیدی که معرفی میشه مثلا مثل سلفون خب مثلا مثلا تلفن دستی این چیزا خب خب من دیگه زیادی حرف نزنم من فقط میخواستم حرف بزنم که به صد تا لایک برسیم <تصفح> الان من دیگه هنر رو بیارم اتفاقا خوب بود گفتی توضیح دادی جالب خوبی بود عالی دست در